حتما این کار رو بکنید، احتیاج دارم. یک خبر خوب بهتون میدم که کشیش خسرو دیروز سومین نوه‌شون هم به دنیا اومد، برای همین هم خواهرمون مردخت امروز اینجا نیستن و ایشون با اینکه بهشون نمیاد ولی پدر بزرگ شدن برای بار سوم. پدر شکرت میکنم برای این مرد خدا، برای اینکه تو او رو به ما دادی، برای اینکه او رو کنار ما گذاشتی. دعا میکنم که او رو مبارک کنی، قدرت اعلی رو بر او بذاری و هر کلامی رو که میخوای که بر جانهای ما بشینه در دهان او تو قرار بدی. ای روح القدس بیا او رو پر کن و اجازه بده که کلام او همچون شمشیر دودم عمل کنه، در نام عیسی مسیح. آمین. 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 مرسی. مرسی. واقعا دستتون درد نکنه. چقدر روز فرخنده یه، این روزها مبارک، فرخنده، مناسبت‌های مختلف، برنامه‌های مختلف. من میخوام چند تا خبر بهتون بدم. بعد از چند ماه کامران جان رو اینجا داشتیم و بعد از گذشت 5 ماه، اگه اشتباه نکنم، درسته کامران جان 5 ماه، چقدر خوشحالم اینجا میبینمش. و بعد از 5 ماه کشیش کامیل و کیشنادره این موقعیت رو پیدا کردن که تشریف ببرن دالاس و نواهای گلشون رو که 5 ماه بود ندیده بودن ببینن و اونجا الان دارن استراحت میکنن، پیش نواهای گلشون و دخترشون و داماد عزیزشون دارن لذت میبرن. خبر باز داریم همونجور که کامران جان گفت، خداوند فیض بخشید، سومین نوه ما هم پا به این دنیا گذاشت به اسم باران بانو، دختر گلی که دیروز عکسش رو که نگاه می‌کردیم جالب بود برام. بچه تازه یه ساعت بود اومده بود دنیا، دیده مادرش تل زده، دستبند انداخته، گفتیم بابا بذار 1 ساعت 2 ساعت بگذره بعد، ولی خب یه دخترم به جمع خانواده ما اضافه شد. همچنین امروز 23 آگست تولد بنده است و 63 سال تولدم رو سپری کردیم. روزش رو خوب یادم نمیاد، چند شنبه بود، چون اون دوره که ما به دنیا آمدیم نمیدونم شنبه یه شنبه اختراع شده بود یا نه، ولی میدونم که 23 آگست 1957 بود. من همچنین این دوتا هفت 57 با هم دیگه مناسبت داره، چون سال 1357 15 آبان 1357 دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهرم قلبم رو به عیسی مسیح خداوند دادم. چه روزهای فرخنده و خوشی. میتونه هر روز برای ما در هر شرایطی که باشیم خوب باشه یا برعکس. میتونه هر روزی که در خداوند ما چشمان خودمون رو باز میکنیم روز بدی باشه، روز تلخی باشه، روز سختی برای ما باشه و ما به قول معروف ندونیم و نخواهیم در اون روز به نیکویی قدم بزنیم. رو همین اصل امروز موضوعی رو که انتخاب کردم یه موضوع خیلی آشناست برای خیلی از شماها و خیلیاتون با این موضوع آشنا هستید. زمانی که خدا زمین رو آفرید، زمانی که خدا کره زمین رو آفرید، زمانی که خدا آسمان‌ها رو آفرید، زمانی که خدا ستارگان رو در آسمان گذاشت، زمانی که خدا بز کوهی رو خلق کرد و آفرید، زمانی که کوه‌ها رو سرشت، زمانی که تمام اینها خلق شد، من و شما کجا بودیم؟ کتاب ایوب رو وقتی که میخونیم، نگاه میکنیم، یه قسمتیش به این اشاره میکنه. ایوب به ستوه در میاد، مرد خدا، مرد نیکو، مرد پاک به ستوه در میاد، چون فشار روشه، حمله روشه، همه دارن بهش حرف میزنن، همه میگن که مشکلات اومده، از این طرف هم شریر بر جسمش حمله کرده و تمام بدنش عفونت کرده، سختیه، هیچ کس هم باهاش نیست، هیچ کس هم همراهش نیست، توی طوفان سختی گیر افتاده و دائم داره دست و پا میزنه. اونجاست که شروع میکنه به غر زدن به خدا، چون دستش به کسی نمیرسه، حتی زنش هم ازش فاصله گرفته، همسرش دیگه باهاش نیست، میگه بابا هرچه هست لعنت کن و خلاص کن خودتو، یا میمیری یا خوب میشی. اونجاست که ایوب شروع میکنه به غر زدن به خدا، این چه وضعیتیه، من که همه آدم خوب بودم، این بودم. بعد در کتاب ایوب باب 38 آیات 2 و 3 رو براتون میخونم. این برای ایوب نیست، این آیات برای من و شماست. فقط نگید در کتاب ایوب یک همچین آیه هست رو بریم بخونیم، آه ایوب، صبر ایوب. نه، خدا داره با من و شما صحبت میکنه. من و شمایی که تو طوفان زندگی گیر میکنیم، اولین جایی که دستمون میرسه یقه خداست.
زود یقه خدا رو میچسبیم، زود میگیم کجایی، زود میگیم چرا این وضعیت برای ما به وجود آوردی، زود میگیم چرا تو این بلا ما رو انداختی، چرا این درد سر برام وجود آمد، تو اگر هستی چرا من تو این شرایط سخت هستم، تو اگر هستی چرا این وضعیت منه، تو اگر هستی چرا من این همه مشکل دارم. میگه خدا در اونجا خسرو الان کمر خود را مثل مرد ببند، زیرا که از تو سوال می نمایم پس مرا اعلام نما وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ کجا بودی وقتی سلولهای تو رو به همدیگه وصل می کردم؟ کجا بودی وقتی سلولهای بارون بانو رو داشتم شکل می دادم، فرم می دادم در رحم مادرش؟ کجا بودی وقتی باران بانو رو من به وجود آوردم و دیروز پای به عرصه این دنیا گذاشت؟ کجا بودی اون موقعی که من تصمیم گرفتم کوها رو بیافرینم؟ کجا بودی موقعی که من تصمیم گرفتم هر آنچه که بر روی زمین است از در طبیعی و طبیعت بیافرینم؟ چرا اون موقع نیومدی سینه سپر بکنی و با من صحبت کنی؟ امروز داری غر میزنی چون تو طوفان گیر کردی، طوفانی که خود تو به وجود آوردی، طوفانی که خود تو عامل درست کردن اون هستی. خدا داره میگه که کمر تو مثل مرد سفت ببند و جواب بده. زمانی که هنوز مسیح مصلوب نشده بود و با شاگردا بود، اگه نگاه کنیم کلام خدا رو ببینیم همه چی خوب بود، چون دورور مسیح بودن، میگفتن اه معجزه میکرد، نون و دو ماهی وجود می آورد، این کارو میکرد، اون کارو میکرد، ایلازر رو از قبل بلند میکرد، کور رو بینا میکرد. تو کوچه‌های اورشلیم وقتی راه میرفتن، زنی که سالهای سال مریض بود محض لمس ردایش شفا پیدا میکرد. همه چی خوب بود، خوش و خرم دور هم دیگه بودن، کسی با کسی کاری نداشت، چون شریر نمیتونست اونجا نفوذ کنه، چون شریر نمیتونست تو افکارشون نفوذ کنه، چون شیطان نمیتونست افکار شاگردان رو به هم بریزه. برای همین منسجم دور عیسی مسیح بودن و داشتن میرفتن. همین که عیسی مسیح مصلوب شد، همین که عیسی مسیح روی صلیب رفت، همین که شاگردان روح القدس بهشون اومد، شریر اومد داخل و شروع کرد به انداختن اختلافات. این درست میگه، اون غلط میگه، تو درست میگی، اون غلط میگه، این طرفی میره، اون طرفی میره، و شروع شد بعضی از اختلافات که هنوزم توی کلیساها وجود داره. چرا؟ چون افکار از خدا یه مقدار فاصله میگیره. بعضی موقع وقتی فاصله میگیره، اون فاصله رو شریر میاد میشینه. هر وقت انسان فکرش از خدا فاصله میگیره، اون خلأ رو شیطان پر میکنه، سری میاد میشینه اونجا و سری صحبت میکنه. الان این بر علیه تو حرف زد، الان این به ضد تو صحبت کرد، الان این شخص رو همه دارن میبینن اما تو رو نمیبینن، الان این شخص تو رو پیچون با حرفاش اما تو نمیتونی جواب شه بدی، الان این شخص خیلی مقبولتر از تو اما تو نیستی. این بین دوستان و برادران هستا، این اختلافات و شریر بین دوستان میندازه، با غریبه ها نمیندازه، و بین مردم در دنیا که الان توی سختی و فشار هستند، شریر داره میگه این طوفان هایی که الان به وجود اومده و این سختی هایی که الان به وجود اومده، اینا رو خدا کجاست که برداره؟ یه خبر دردآور و تأسف آور من تو این 48 ساعت گذشته شنیدم. چقدر متاسف شدم، تو یکی از کشورها یک دختر 16 ساله مست میکنه، تو یکی از این هتل ها دختر خطا میکنه. دنبال این نیستم پدر مادرش کجا بودن، چرا این خطا رو کرد، چون پیش میاد، خطاست، انسانه، در هر جای امکان داره بشه. اما درد آور و ترسناک قدم بعدیشه، اینکه چند تا آقا میفهمن این دختر وضعیت عادی نداره، تو صف میایستن. چقدر شرم‌آوره، تو صف می ایستن، نوبت به نوبت داخل اتاق میشن، دختری که هوش از سرش پریده، دختری که مسته، دختری که سنش خیلی پایینه و هنوز یک نوجوان بیشتر نیست، نوبت به نوبت میرن بهش تجاوز میکنن. هیچ جای دنیا، تو هیچ جای تاریخ بشریت نمیخونی که حیوانا این کارو کرده باشه. حیوانهایی که ما پست میشماریم، حیوانهایی که از نظر ما پستن، از نظر ما رد شدن، از نظر ما ترد شدن، هیچ جا نمیخونیم که حیوانها این عمل را انجام بدن که انسانهایی که توی یک کشور متمدن انجام دادن. من همش تو فکر خودم میگم این آقایانی که توی صف بودن
با خودشون چه فکر میکردن؟ از همدیگه خجالت نمیکشیدن؟ وقتی میخواستن قدم بردارن به سمت گناه، خدا کجا بوده اون موقع براشون؟ همونها اگه تو درد سر بیفتن، همونها رو وقتی بازداشت بکنن، همونها رو وقتی قانون بخواد به سزای اعمالشون برسونه، فریاد میزنن تو کجای خدا؟ چرا ما رو ترک کردی؟ چرا ما رو طرد کردی؟ چرا به یاد ما نیستی؟ چرا به فریاد ما نمیرسی؟ حالا ما یه اشتباهی کردیم. تمام دنیا مملو از این اشتباهاته، همش هم خودمون به وجود میاریم. وقتی که به وجودش میاریم به یاد خدا نیستیم، اما همین که به بنبست میرسیم شروع میکنیم به صدا کردن خدا و خدا رو محکوم میکنیم. تو کجایی؟ چرا منو خلق کردی؟ چرا منو به وجود آوردی؟ هدف خدا این نبود که انسان بر علیه انسان بلند شه و گناه بکنه. هدف خدا این نبود که ما رو بیافرینه بر علیه همدیگه برنامه ریزی بکنیم که چطور همدیگه رو از بین ببریم. هدف خدا این نبود که ما بشینیم برای همدیگه نقشه بکشیم چطور همدیگه رو از بین ببریم. بلکه هدف خدا در کتاب پیدایش باب 1 آیه 26 میگه خدا برای چی من و شما رو خلق کرد؟ چرا این خلقت رو خراب کردیم؟ چرا دست بردیم توش؟ چرا طوفان ها به وجود میاریم و بلافاصله برمیگردیم میگیم من نبودم، این خدایی که منو خلق کرده بود؟ چرا همیشه سعی میکنیم با اشتباهات خودمون خدا و قدرت خدا رو زیر سوال ببریم؟ چرا وقتی که میکروب ها رو ما خلق میکنیم برای که همدیگر رو از بین ببریم، توی جنگ های میکروبی، توی جنگ های اتمی، توی سلاح های شیمیایی بلافاصله میگیم کجا بودی؟ این خدا ما رو به صورت آدم کوکی نیافریده، به صورت ربات نیافریده. ببینید چطور ما رو خلق کرده. این خداست که ما رو خلق کرده. پس خدا نمیتونه ذات خودش رو عوض کنه به خاطر فریاد یکی دو تا اشتباه کردن زود بیاد یک آتش از آسمان بر زمین بریزه. خدا به من و شما عقل و منطق داده و گفته این لعنت، این برکته، و پسر خودش رو هم فرستاده تا قربانی میشه برای من و شما، تا اگر ما بخوایم به سمت برکت بریم راه به سویمون باز باشه. در پیدایش باب 1 آیه 26 میگه پس از آن خدا فرمود اینک انسان را بسازیم. خوب دقت کنید، حتی اون افرادی که توی صف ایستاده بودن که به اون دختر تجاوز کنن، حتی اون افرادی که سم توی بدن سگها توی ایران میزنن تا سگهایی که جاندار هستن خلق شدن از بین ببرن، خدا اونها رو اینطوری آفرید. اینک انسان را بسازیم، ایشان مثل ما و شبیه ما باشند، و بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و همه حیوانات اهلی و وحشی، بزرگ و کوچک، بر تمام زمین حکومت کنند. میگه انسان را بسازیم، ایشان را شبیه ما باشد بسازیم. خدا به ما عقل داد، خدا به ما فکر داد، خدا به ما منطق داد. خدا گفت برو تو این باغ تمام میوه‌هاش رو استفاده بکن، هر قسمتش رو میخوای استفاده بکن، فقط تو این قسمت کارید نباشه، یه قسمت کوچیک، فقط به این درخت کارید نباشه. دقیقا شیطان رفت اونجا چنباتمه زد نشست. همون درخت کوچیک تو زندگی اون افراد باعث شد که توی صف ایستادن و به اون دختر تجاوز کردن. همون درخت کوچیک تو زندگی من و شما باعث میشه که طوفان ها به زندگیمون میاد. وقتی که طوفان میاد بلافاصله سر تفنگ خودمون رو برمیگردونیم به سمت خدا، میگیم این چه خداییه؟ این همون خداییه که من و شما رو شبیه خودش آفرید. این همون خداییه که به من و شما عقل داد، منطق داد، راه داد، چاه داد. گفت میتونی الان بری وسط خیابون خودت بندازی زیر ماشین و میتونی بری از قسمت چراغ سبز عبور کنی راحت بدون دغدغه بری اون طرف، هیچ مشکلی برات پیش نیاد. این خدایی است که ما داریم راجع به صحبت میکنیم، نه اون خدایی که هر وقت شما احتیاج دارید، هر وقت خوش و خرم هستید، هر وقت سر حال و کیفتون کوکه، هر وقت وقت ندارید، برنامه‌ای نداره، جایی برید، دیگه نمیدونید چه کار بکنید، از بیکاری وقتتون رو میدید به خدا، به این خیال میخوام امروز راحت با همه صحبت کنم. ای ایمانداران، ای مقدسین و ای حق جیانی که هنوز ایمان نیاوردید،
وقتتون رو میدید به خدا مثل پسنداز، میذاره تو حساب پسنداز برای یه زمان مبادایی به کار ببرید، منت سر خدا بذارید. نه، خدا اینو از من و شما نمیخواد. خدا من و شما رو خلق نکرد که اینجوری بشیم. ما چی هستیم که همیشه خدا رو زیر سوال میبریم؟ خدا نگفت که من بانک شما هستم، هر وقت وقتی بیکاری داشتید بیایید به حضور من، یه دوتا هم دعا بکنید، یه دوتا هم سرود بخونید، بعد تو سختی افتادید یقم رو بگید، بگی پس بده، کم برابر پس بده. مگر من اونی نبودم که به حضورت همیشه میومدم؟ مگر من اونی نبودم که وقتم رو برای تو میذاشتم؟ نه نه نه، این چیزی نیست که خدا از من و شما میخواد. خدا عاشق میخواد، خدا مجنون میخواد، خدا شیفته میخواد. باید شیفته خدا باشی، باید مجنون خدا باشی، باید عاشق خدا باشی، بعد به حضورش بری. اون موقع است که خدا راه‌های نیک رو برات باز میکنه. اون موقع است که خدا در هر شرایطی که قرار گرفته باشی بهت میگه که چطور میتونی راهت رو باز کنی. نگاه کنید به پرنده به نام عقاب. همیشه وقت سختی ها عقاب تو آسمونه. موقع طوفان و باران انقدر اوج میگیره که از ابرها عبور کنه، بعد مشکلی براش پیش نیاد، اون بالا پرواز میکنه تا رعد و برق و طوفان تموم بشه. موقع جنگ روی زمین میدونه که نباید زیاد مثلا به حیوانی مثل مار نزدیک بشه، و اگر مجبور بشه با مار شاخ به شاخ بشه اصطلاحاً و شروع کنه به درگیر شدن، میدونه که اگر رو زمین با او درگیر بشه بازنده است. بر میداره مار رو، بر میداره میبره به آسمان بالا، از اونجا میندازش پایین. اما ما که شبیه خدا آفریده شدیم هنوز اینو بلد نیستیم. همون حیوانی که از نظر ما پست و بی فکر و بی منطق، و وقتی اسم حیوان میاره میگه حیوان، دلت برای حیوان میسوزه، این همه آدم گرسنه است، این همه آدم کشته میشه، تو چقدر به فکر این سگا هستی، چقدر به فکر این گربه ها هستی، چقدر به فکر این پرنده ها هستی، همین حیواناتی که خدا خلق کرده. عقاب میدونه که نباید روی زمین بجنگه، چون اگر بجنگه بازنده است با مار، برمیداره میبره. اما ما نمیدونیم وقتی دوچار مشکل میشیم چه کار باید بکنیم. فوراً میریم یقه خدا رو میگیریم، فوراً به خدا حمله میکنیم، فوراً خدا رو سرزنش میکنیم، فوراً به خدا میگیم تو کجا بودی، فوراً به خدا میگیم که چرا به داد من نمیرسی، چرا به فریاد من نمیرسی، چرا به فکر این نیستی که وقتی من تو سختی افتادم، تو مشکل افتادم، منو از سختی بیرون بیاری. خدا میگه من به تو منطق دادم، عقل دادم، تو رو شبیه خودم آفریدم. اگرم کاری داری همیشه در من به روی تو بازه و تو میتونی بیای و با من صحبت کنی. یکی از راه‌های خلاص شدن از سختی‌ها و مشکلات، عزیزی که همیشه خدا رو محکوم می‌کنی، دعاست. دعایی که رو به آسمان می‌کنی و از خدا طلب می‌کنی. دعایی که وقتی به سختی میفتی، فشار میفتی، تو فکر هستی، میتونی بری به حضور خدا شروع کنی باش صحبت کردن و راه حل‌ها رو بخوای. دعایی که در انجیل لوقا باب 18 آیه 1 میگه همیشه این کار رو بکن و کاهلی نورز. دعایی که حلال مشکلاته، دعایی که حلال تمام سختی هاست، دعایی که وقتی تو سختی ها و تو طوفان ها میفتی میتونی با اون دعا خودتو آزاد بکنی، نه این که سینه سپر کنی تو سختی ها، بری به جنگ سختی ها، خودت بگی من پیروز میشم، وقتی به زمین خوردی بگی پس الان خدا کجاست. خدا میگه زمانی که منو به طلبی من به فریاد تو میرسم، زمانی که از من بخوای من این کار رو میکنم، زمانی که منو صدا بکنی من این کار رو میکنم. اما به شرط این که، به شرط این که وقتی به حضور من میای، نه به صورت این که من حساب پس انداز تو هستم، میای تا یک موقع از من استفاده کنی. خدا پرستنده میخواد، خدا عاشق میخواد. هیچ تا حالا راجع به هللویا فکر کردید؟ توی کتاب خیلی راجعش هست. هللویا، هلل، هلل یا که خداست، یهوه است، یعنی شیفته، یعنی عاشق، یعنی عاشق خدا، یعنی شیفته کاراتم، یعنی خاک پاتم، یعنی نوکرتم،
یعنی آقایی، یعنی سروری، یعنی استادی، یعنی اربابی، هللویا، یعنی این، یعنی دوستت دارم، یعنی هر کاری میکنی درسته، هر کاری میکنی به موقع است. خدا اینو از من و شما میخواد. خدا نمیخواد وقتی میایم پیشش از وقت اضافمون بذاریم بعد بریم. خدا میخواد حداقل اگر عقاب میدونه وقتی نباید روی زمین با مار گلاویز بشه چون شکست میخوره، ما نیز این رو بدونیم که باید هر چیزی رو با آسمان ببریم و به حضور خدا ببریم. جنگ های زمینی رو ترک کنیم، ستیز با هم دیگر رو ترک کنیم، مقابله با هم دیگر رو ترک بکنیم، درگیری با هم دیگر رو ترک بکنیم، بلکه به حضور خدایی بریم که ما رو شبیه خودش آفرید و از او بخوایم بگیم خداوندا توی این مشکل گیر کردم، به شرط این که با روح راستی این کار رو انجام بدیم، به شرطی که وقتی به حضورش میری از ته دل بری، وقتی میگی هللویا یعنی واقعا هللویا، مثل همون هلهلهیه که براش کشیده میشه، یعنی تو واقعا وجود داری، تو واقعا الف و یا هستی، تو واقعا اول و آخر هستی، تو واقعا همه چیز هستی. چون در انجیل یوحنا باب 4 آیه 24 میگه خدا روح است و هر که او را میپرستد باید با روح و راستی او را عبادت کند. اگر دعاها جواب داده میشه، کمرتو صفر ببند و جواب بده به خدا. دیگه نمیشه سر خود تو خدا رو کلا بذاری. اگر جواب در دعاهات نمیگیری، خدا رو محکوم نکن، نگو کجایی، نشو یونس. وقتی یونس خدا بهش گفت این ماموریت رو بهت دادم، به مزاجش خوش نیومد، گفت نمیکنم، برعکس رفت، خدا نیز یقه او رو گرفت. خیلی وقتا ما اون چیزی که از خدا میخوایم اراده خدا نیست، اراده خودمونه. برای همین تا به شکست میرسیم شروع میکنیم غر زدن به خدا که کجایی؟ چرا الان این جنگ ها در دنیاست؟ چرا این جنگ ها الان تو دنیا اتفاق میفته؟ میدونید چرا؟ چون من و شما این جنگ ها رو داریم راه میندازیم تو دنیا، چون من و شما هستیم فرمان این جنگ ها رو امضا میکنیم. این خدا نیست که این کارو میکنه. پس من و شما باید حلش بکنیم، من و شما باید به فکر راه حل باشیم. اما اگر من میخوام از سختی ها آزاد بشم، از مشکلات آزاد بشم، یک راه داره، با روح راستی به حضور خدا برم، بدون اینکه خدا رو محکوم کنم. او خدایی نیست که من و تو بتونیم او رو محکوم کنیم. ای مردمی که الان کشتی هاتون دوچار طوفان شده و تو سختی زندگی افتادی، ای کسی که کارتو از دست دادی، ای کسی که یکی از اعضای خانوادت الان معتاد شده، ای کسی که الان با همسرت مشکل داری، با بچه هات مشکل داری، ای کسی که الان با فقر داری دست پنجه نرم میکنی، ای کسی که فکر میکنی الان در یک کشور دیکتاتوری داری زندگی میکنی، یک راه داری، با روح راستی به حضور خدا برو و همون خدایی که من و شما رو خلق کرده از او بخوا که آرامش رو به تو بده. این کار رو خواهد کرد. راه حلت دعاست. دل تنگ دعا کن. مشکل داری دعا کن. فشار رود هست دعا کن. الان همه میگن کیشخسرو میگه همه چی رو ول کن دعا کن. نه، زندگی تو بکن، مبارزه تو با زندگی بکن، اما دعا رو فراموش نکن. یعنی مشکلات تو ببر به آسمان، بده به دست خداوند. اگه خداوند در روی زمین از دست من کاری بر نمیاد، شکست خوردم، اما به حضور تو میارم و از تو میخوام، برای همسرم، برای کارم، برای کشورم، برای مملکتم، برای تمام این چیزها، هر مشکلی که داری میخوای نجات پیدا کنی، دعا کن، دعا کن، دعا کن. کلیساهایی که وضعتون خوب نیست، کلیساهایی که شکست میخورید، کلیساهایی که هی جمعیتتون کم میشه زیاد میشه، چون دعا نمی کنید، چون از خدا سوال نمی کنید، دائم در حال شکست هستید. چون اجازه نمیدید روح القدس بیاد در کلیساهای شما ساکن بشه. مرد خدا، زن خدایی که میگی چرا انقدر تو کلیسای من مشکل هست، دعا کن، دعا کن، دعا کن. راه حل تو دعاست. میخوای با مشکلاتت دست پنجه نرم کنی، دعا کن، خداوند کمک میکنه، روح القدس بهت کمک میکنه. میخوای باعث نجات هزاران هزار بشی، دعا کن، خدا کمک میکنه، خدا فیض میبخشه، خدا رحمش میاد و کلیسا سر پا میسته. تویی که در گناه هستی، تویی که حق جو هستی، تویی که هنوز خدا رو نمیشناسی، میخوای از مشکلاتت آزاد بشی، دعا کن، با روح راستی بری.
نرو با اینکه خدایا من الان اومدم 5 دقیقه در حضورت، دقیقه ششم جواب ما چی میدی؟ اگر اینطور بیای سالهای سالم دعا بکنی جواب نخواهی گرفت، چون خدا حساب پس انداز من و شما نیست. خدا خدایی است که من و شما رو شبیه خودش آفریده و از ما میخواد وقتی او رو میپرستیم با روح راستی این کار رو بکنیم. وقتی این کار رو میکنیم بریم از ته دل باهاش صحبت کنیم و شروع کنیم به دعا کردن. بعضی ها در مورد فیض و راستی صحبت میکنن، میگن فیض میدونیم چیه، همین کاری که خدا در حق ما کرد و همون محبتی که خدا به ما کرد ما نیز به دیگران بکنیم، اما واقعیتش نمیدونیم راستی رو چجور باید انجام داد. تفسیرهای زیادی هست. کلیساهای خانگی که هستید، میخوام این هفته برای اولین باره طی این 7 سال، من هیچ وقت از تو نخواستم، ولی این هفته از همه تون میخوام در مورد فیض و راستی صحبت کنید. چطور فیض رو میشه نگه داشت و راستی رو جلو برد. من راه حل کوچیکی بهتون میدم، ساده اما عمیق و واقعی. تعریف ها از راستی زیاده، از فیض هم زیاده. وقتی از فیض تعریف زیاد میشه میگن یعنی طرف خیلی شله، طرف خیلی آبکیه، طرف هر چیزی رو گذشت میکنه، طرف اینه، طرف اونه. برای همین خیلی ها که فیض دارن توی رفتارشون و گفتارشون میترسن، چون مورد تمسخر قرار میگیرن گاهی اوقات. اما من بهتون راه حل رو به همه تون میدم، به اونانی که در مسیح پیر هستید و اونانی که تازه به مسیح ایمان آوردید و حتی اونایی که هنوز ایمان ندارید. فیض و راستی. راستی کلام خداست، فیض من و شماییم. فیض خدا شامل ما شد و زندگی ما رو عوض کرد، تبدیل کرد. به همین نحو ما باید رفتار کنیم. لازم نیست اخلاقمون رو عوض کنیم، لازم نیست خشن بشیم، لازم نیست با حرفامون تو ذوق مردم بزنیم. همین کلام اگر از دهان ما نیفته این راستیه. یعنی وقتی که با یک نفر صحبت میکنیم با محبت تمام هم میتونیم صحبت کنیم، اما این کلام از دهانمون نیفته. وقتی این کلام از دهان ما نیفته به این میگن راستی، به این میگن فیض. دیگه لازم نیست ما خودمون رو عوض بدل بکنیم. یه دفعه تبدیل بشیم به این شخص، یه دفعه تبدیل بشیم به این شخص. این راستیه، این حقیقته، این واقعیته. اگر به این ایمان نیاری، اگر به اون چیزی که در کلام خداست ایمان نیاری، وضعیتت خرابه. خدا هم برای همین به یوشع میگه هیچ وقت کلام من از دهان تو نیفته. پس این راستیه. فیضم اگر میخوای ببینی، من حقیر، منی که نالایق بودم، منی که حتی حق نداشتم اسم خدا رو بر زمان بیارم، خداوند کاری کرد که امروز نه تنها فرزندش هستم بلکه خادم او هستم. به این میگن فیض و همین فیض رو من باید ادامه بدم. عوض نکنید خودتون رو عزیزان. فیض خدا رو نگه دارید اما کلام رو فراموش نکنید. تو این همه چیز هست. راستی اینجاست. با این برید جلو، با فیض زندگی کنید. خیلی ها وقتی که با من صحبت میکنن تو این روزا، مخصوصا بعضی از عزیزان خادمین، میگن نمیدونیم چه کار کنیم برای رهبری در کلیسامون و به سختی برمیخوریم. بعد میریم جلو، خوبه همه چیز، اما یه مشکلی که پیش میاد همه چی به هم میخوره. میدونید من بهشون چی میگم؟ میگم شما رهبر نیستید. با تمام احترامی که بهتون میذارم شما رهبر نیستید، شما رئیسید. رئیس با رهبر فرق میکنه. رهبر جانش رو برای اعضاش میده. رهبر حتی حاضر بندازه خودش رو جلوی هر چیزی تا اعضاش حتی اگر خطا کردن از او خطا بگذرن و در اثر محبتی که اون رهبر میکنه کلیسا تو مسیر درست قرار میگیره. کاری که عیسی مسیح کرد. رهبر یعنی عیسی مسیح. رئیس یعنی هر وقت به مشکل برمیخوری با یه فرمان همه چیزو خراب میکنی، میبندی. با یه فرمان همه چیزو به نفع خودت برمیگردونی، چون میگی اوضاع دست رفته است. بلافاصله یه حکم میدی و اونجا رئیسی، اونجا رهبر نیستی. خدا رهبره و رهبر میخواد. اگر میخوای بر کلیسای خداوند خدمت کنی، اگر میخوای خادم امین خداوند باشی، خادمین عزیز، این توصیه از این پیر به شماست. اگر میخوای خادم باشی، رهبر باش، رئیس نباش. رئیس خیلی راحته براش، بکن نکن، برو بیا. ولی رهبر جانش رو میده تا اونانی که پیروش هستن حتی اگر دوچار خطا بشن در اثر محبتی که اون میکنه بیان تو مسیر درست بیستن. همون کاری که عیسی مسیح کرد.
زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد هلاک نگردد. محبت، 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 یعنی فیض. راستی هم نترسید، همش همینه. هر جا که میرید ناراستی توش هست، این رو باز کنید، بر طبق این برید جلو. نگید من میگم، بگید کلام خدا میگه. کلام رو بخونید، کلام رو بخونید، کلام رو بخونید. وقتی که خوندید دعا بکنید، به حضور خدا برید، مشکلاتتون حل میشه. قبل از این که توی طوفان ها گیر کنید، قبل از این که سرتون رو به بالا ببرید بگید خداوندا کجا هستی، چرا من رو ترک کردی، قبل از این که دوچار این مشکلات بشید، قبل از این که تو درد سر بیفتید، کلام که راستیه بخونید، بخوریدش، زندگیش بکنید و فیض و سلامتی رو در دعا به حضور خدا ببرید. اما وقتی به حضور خدا میرید، خدا شیفته میخواد، عاشق میخواد، پاک باخته میخواد. وقتی میگه هللویا، یعنی از ته دل باید بگه هللویا. جلال بر اسمت، جلال بر نامت، تو آقایی، تو اربابی، هر چی تو بگی من انجام میدم. و بدون اون ما را اسیر خودش نمیکنه، بهترین رو میخواد برای ما انجام بده. متاسفانه با شرمندگی زیاد براتون باید یک موضوع واقعی رو بگم. برای خیلی از مقدسین هنوز مسیح در قبره. خیلی سنگین این حرفا. کمان که در موضوع قبلی من صحبت کردم، برای خیلی از ماها ایمانداران، خادمین، کشیشان، هنوز ما بالاخونه گیر کردیم. اون بالاخونه که در اعمال رسولان راجبش صحبت کردیم. خیلی ها که هنوز اصلا نه تشریف نیاوردن بالاخونه، یعنی قلبشون رو ندادن. ماهایی که قلبمون رو دادیم و خیلی از اصطلاحا خادمین قدیمی هستیم و کشیشان هستیم و رهبران هستیم و اعضای کلیسا هستیم، خیلی همون تو بالاخانه ها گیر کردیم، چون هنوز اجازه ندادیم روح القدس در ما کار کنه بعد از بالاخانه به پایین بیام. اما میخوام سخت‌ترش بکنم. آره، خیلی از ما هنوز مسیح توی قبره. از قبر زندگیت مسیح رو قیام بده. مسیح برای تو باید قیام بکنه و زندگی تو تبدیل بشه. تو هر فشار و سختی که هستی، امروز روزیه که باید در قبر زندگی تو باز کنی، در قبر زندگی تو باز کنی و یک بار دیگه متولد بشی. عیسی مسیح در واقعیت و حقیقت اینه که او از قبر قیام کرده، اما در افکار من و شما، بعضی از من و شماها هنوز توی قبره، چون توانا نیست، چون قادر نیست، چون مشکلات ما حل نمیشه، چون ما همیشه دچار ضعف هستیم. خود من یکی از اونایی بودم که همیشه مسیح رو توی قبر میذاشتم، چون به محض که به مشکل برمیخوردم، شروع میکردم تمام سنوات خدمتیمو به حضور خدا میآوردم. مگر این کارو نکردم، مگر اون کارو نکردم، مگر تمام این 40 خورده سال من فقط و فقط از کلامت صحبت نکردم. خیلیا که با من آشنا هستن این خصوصیات اخلاقی منو میشناسن. متاسفانه زیاد خوب نیست، توصیه هم نمی کنم کسی اینطور باشه. من اگر هر جا برم، حتی با خانوادم، الان خوشبختانه هم پسرم، هم دخترم، هم دامادم، هم عروسم، هم همسر گلم و ایمان دارم که در آینده خدا فیض بخشه سنی رو روی زمین داشته باشم، نوه هم که بزرگ بشن اونا هم پی به این خواهم برد، هر جا که میرم اگر دلیلی برای کلام نباشه نمیرم. هیچ مهمانی نمیرم، هیچ جا نمیرم. حتی اگر بدونم یه مهمانی هست میرم، میتونیم در مورد کلیسا و مسیح اینا صحبت کنیم، میرم. ولی اگر به من بگن در اینجا میتونی بیای اما راجع به مسیح فعلا صحبت نکنی، نمیرم. و اینا هم خانواده‌ام میدونن، خیلی هم منو احترام میکنن، سالهای سال همشون میکنن، برای همین خیلی جاها همراهشون نیستم. البته این کار خوبی نیست، توصیه به هیچ کس نمیکنم. حتی منی که توی این 40 خورده سال اینطور زندگی کردم، بعضی موقع به مشکل برمیخورم. این دلیل نمیشه که من هر جا میرم فقط مسیح باشه. هیچ مهمانی دوست ندارم برم، مگر اینکه بدونم اونجا میرم مثلا راجع به کلیسا صحبت میشه، کلام صحبت میشه، چون کار خدا صحبت میشه، از این صحبت ها، نه که فقط آیه کتاب مقدس هم واسه کنم، آیه بخونم. اونجوری هم نیستم، این اشتباه رو برداشت نکنید. ولی وقتی که میرم، اگر نباشه نمیرم. منم بعضی موقع وقتی به مشکل برمیخورم میگم مگه من یک عمر این کارو برات نکردم؟ میگه نه، برای من نکردی، برای من نکردی، من هنوز برای تو قبرم. منو قیام بده، فکر تو باز کن،
از تو قبر درونت منو آزاد کن خسرو، از تو قبر درون عیسی مسیح رو آزاد کن، آزاد کن. انقدر به خدا انگه این رو نزن چرا اینطور شد، چرا اونطور شد، چرا این طوفان تو زندگیم شد، چرا این سختی به زندگیم اومد، چرا کلیسام به هم ریخت، چرا طلاق اومد تو زندگیم، چرا پسرم ازم قهر کرد، چرا دخترم به هم پشت کرد، چرا کارم رو از دست دادم. ترک کن این حرف رو، بیا به حضور من و با روح راستی منو بپرست. اون موقع ببین من چه برکتی به زندگیت میدم. امروز روزیه که میخوام بتونی مژده رو بدم. دیر نشده. شبانان، کشیشان، اعضای کلیساها، افرادی که حقجو هستید، الان دیر نشده. همین الان انان زندگی تو بده دست خداوند. من تو این روزها سری قبلم گفتم سخت‌ترین روزهای زندگیمو دارم طی میکنم. وقتی میگم زندگیم همون زندگی که 40 سال کردم ها، چون زندگی برای من کتاب مقدس، کلیساست فقط. حتی همه میدونن مرخصی من نمیرم، چون میگن چرا نمیری؟ میگم خب هر روز صبح من میام مرخصی، چون وقتی میام کلیسا یعنی مرخصی هستم، اما اهل مرخصی نیستم. این که مثلا یه هفته 10 روز برم جای استراحت کنم، استراحت من توی کلیساست. من حتی توی این روزا تو فشار شدید بودم، ایمیل ها دلمو آزرده میکرد. وقتی میخوندم میدونستم یه بخشیش داره به من میزنه. آیه ها دلم رو آزرده میکرد، چون ما متاسفانه یاد گرفتیم با آیات همدیگر رو آزرده میکنیم. اما خدا گفت 40 سال دیگه در من باشی خسرو، باز همین وضعه، مگر اینکه منو از قبر فکرت بیرون بیاری. من قیام کردم اما تو منو تو فکر خودت دفن کردی. خیلی همون این کارو کردیم. میخوای زندگیت رو خدا عوض کنه، از غر زدن، از گلگی، از شکایت، از اینکه این چه گفت، اون چه گفت، این چرا مثل باسا رفتار کرد، اون چرا مثل آدمای مغرور رفتار کرد، دست بردارید. خودتون رو آزاد کنید. وقتی خداوند رو از قبر فکریت بیرون میاری، یعنی در واقع خودت رو آزاد کردی. امروز روزیه که خداوند میخواد این کار رو بکنه در حق من و شما. امروز روزیه که عیسی مسیح اگر اجازه بدیم و اگر بخوایم این کار رو خواهد کرد. چون باز میخونم خدا ما رو آزاد آفریده، این تصمیم دست من و شماست، هیچ اجباری نیست. من راجع به آتش جهنم امروز موعظه نکردم، اگرچه یه توصیه میخوام بکنم به کلیساهای فارسی زبان در سراسر دنیا، باز به عنوان یک پیر تو کلیساها بهتون توصیه میکنم. متاسفانه در کلیساهای فارسی زبان در سراسر دنیا راجع به مکاشفه کم صحبت میشه. علتش هم روح اسلامه. پس که از آتش جهنم و این و اون و اون صحبت شده، خیلی دست و عصا صحبت میکنن. عزیزان، روزهایی است که باید کتاب مکاشفه رو بیشتر صحبت کرد. روزهایی که باید، البته من بهتون بگم همینجور راحت هم نیست کتاب مکاشفه رو باز کردن و تفسیر کردن، اما خوبه. کلاسای راجیو، کلاسایی که من شنیدم چند جایی هست، بذارید راجیو مکاشفه، راجیو مکاشفه صحبت بکنید، موعظه کنید. زمانهای آخره، مردم بذار آگاهی پیدا بکنن. وقتی میبینن میشنون اینجا 1000 افتاد، اونجا 10000 افتاد، اونجا 20000 افتاد، تعجب نکنن. وقتی میشنون مریضی اومد که هیچ کس نمیتونه هیچی براش بکنه، فوج عظیمی در اثر این مریضی فوت کردن، تعجب نکنن. اینا همش تو این کلام نوشته شده. برنگردن بگن خدا کجاست؟ خدا همینجا نوشته راجبش، گفته در زمانهای آخر چه اتفاقاتی میفته، گفته در زمانهای آخر چه نوع جنگهایی پیش میاد، گفته در زمانهای آخر چه نوع مریضیهایی به وجود میاد که بشر حتی نمیدونه چه کار باید بکنه. این همه تکنولوژی پیشرفت کرده. شما کافیه بیاید در اینجا که مهد تکنولوژیه، یه روز سوار ماشین بشید، بعد بچرخید توی این خیابون‌هایی که هر جاش میری ساین‌های مخصوص کمپانی‌هایی هست که دنیا رو داره تکون میده. گوگل، ایبی، فیسبوک، اپل، همه همینجا هستن، همینجا که الان من صحبت می‌کنم. اگه در اینجا رو باز کنیم، صدای من به یکی از ساختمان‌های اپل میرسه، چون چسبیده به ما. درست پشت سر ما ساختمان اپل هست، درست این ور ما عظیم‌ترین ساختمان اپل هست، بعد یک دونه فوق عظیمش چند تا چهار را بالاتر هست. ولی کافیه بیاید بشینید تو ماشین و شروع کنید به گشتن تو یه روز. خلوت، هیچی از دستشون بر نمیاد. کارمندا رو فرستادن خونه ها، نشستن در آن کار میکنن، نمیدونن چه کار کنن. تکنولوژی نمیدونه چه کار کنه.
طوفانی گیر کردن که هیچ کدوم از این ناخداهایی که هیچ سکان کشتی ها دستشون بود، یه بار این کار میکرد، یه بار گوگل میکرد، یه بار فیسبوک میکرد، یه بار میدونم اپل میکرد، یه بار اون یکی میکرد، هر دفعه ما رو به یه سمتی میبردن، الان خودشون هم عاجز موندن، چون خودشون هم برابر این مریضی نه خودشون نه تکنولوژیشون نه ثروتشون هیچ کاری نمیتونه بکنه. فقط خنده‌دار اینه که یاد گرفتن، به مردم دارن یاد میدن بگید خدا کجاست توی این موقعیت. خدا همینجاست. این خداییست که در این راستی این روزها رو اعلام کرده. نترسید، این راستی رو اعلام کنید. فیض باید در من و شما باشه، اما راستی این کلام خداست. این رو اعلام کنید و مردم بگید که در این روزهای سخت اگر میخواهید از سختی آزاد بشید، اگر میخواهید صاحب آرامش بشید، اگر میخواهید به آرامش زندگیتون برسید، یک راه دارید، فقط عیسی مسیح. رهبران مذهبی ایران، یک راه دارید، فقط عیسی مسیح. من شنیدم در این روزها مردم در ایران عزاداری میکنن، یک راه دارید، فقط عیسی مسیح زنده است. به سر صورت خودتون نزنید، نکنید. خدا ما رو خلق نکرد که به خودمون آسیب برسونیم، خدا ما رو خلق نکرد که خودمون رو زخمی کنیم، بلکه خدا ما رو خلق کرد که اشرف مخلوقات باشیم. چون آیه‌ای که من خوندم براتون واقعیته. خدا میگه من انسان رو شبیه خودم آفریدم. برای همین حیف به این معبد ما آسیب برسونیم، حیف این معبد همیشه تو درد باشه، حیف این معبد همیشه توی سختی باشه. خدا خدای زنده است که امروز فقط از طریق دعا شما میتونید به اون نزدیک بشید. از طریق من نمیتونید، من فقط مشاور شما هستم. از طریق هیچ کشیشی نمیتونید، کشیشان و رهبران مذهبی فقط مشاورین شما هستند. شما مستقیما باید با خدا صحبت کنید و مشکلاتتون رو به حضور ببرید. باز تکرار میکنم، میخوای آرامش پیدا بکنی دعا کن، میخوای به صلح برسی دعا کن، میخوای از سختی زندگیت عبور کنی دعا کن، میخوای از دردات تمام بشی دعا کن، دعا کن، دعا کن، دعا کن. من دیروز وقتی خبر باران بانو رو بهم دادن، عکسشو برام فرستادن، نگاه میکردم افتخار میکردم، افتخار میکردم، چون یه روز خبر مرگ استر رو برای من آوردن، مرگش رو گفتن تصادف کرده و داره میمیره، شاید تا بیمارستانم شما نرسید، اما شروع کردیم تو مسیر بیمارستان دعا کردن، خبر مرگش رو به ما دادند. وقتی هم رسیدیم بیمارستان باز دیدیمش، خبر خوشی ندادن، خبر فلج شدنش رو به ما دادن. اما امروز استر رو پاهای خودش را میره و صاحب دوتا فرزنده. چرا؟ چون تو مسیری که می رفتیم به بیمارستانی که تو سان فرانسیسکو بود، توی این 40-45 مایلی که می تونست جهنم برای من و مادرش باشه، یک روز صبح زود یک شنبه بود، ساعت 3 صبح تو ماشین بودیم، شروع کردیم فقط دعا کردن، فقط دعا کردن. گفتیم حتی اگر برسیم اونجا و فقط جسد بی جان این دختر رو ببینیم، خداوند حتما اراده تو. سخته ها، پدر مادر سنگدلی نیستیم، یه دفعه سوء تفاهم پیش نیاد، قلبم داشت پاره پاره میشد، میدونستم من مرداخم اینجوره، اما راضی بودیم هرچی اراده خدا باشه. تنها راهی که پیدا کردیم دعا بود، دعا بود، دعا بود. وقتی باز رسیدیم اونجا گفتم زنده میمونه، تا ساعت 8 صبح اگه بمونه زیر این دستگاه ها زنده میمونه، اما این دختر دو پاهای خودش نمیتونه پیر بره جلو. شروع کردیم دعا کردن، دعا کردن، دعا کردن، و امروز نه تنها صاحب دو تا بچه هست، ازدواج کرده، بلکه ورزشگاه میره و تو قسمت چیزم هست دیگه، اون جایی که من میگم دخترم، میگم حواست باشه با اونو، زیاد لازم نیست قوی بشی. دعا کن، تو سختی هستی دعا کن، تو مشکلات هستی دعا کن. وقتی همین جوزفی که الان صاحب یک بچه است که اسمش هست جوزف جونیور، توی آب افتاد قبل از اینکه ما به آمریکا بیاییم و آب رو برد با خودش، درسته من تو آب پریدم که بچه رو بیرون بیارم، اما تو همون مسیر دعا کردم، گفتم خداوندا این بچه تو دستای توست، و خداوندم با دستاش اونو تحویل من داد. امروز وقتی این نوه‌هامو بغل میکنم، ثمره دعاست. مرد خوبی نیستم منها، ولی بلدم چه موقع شروع کنم دعا کردن. برای همین از اول پیغامم دارم بهتون میگم خدا رو محکوم نکن، چون نهایتا میشه ایوب. خدا میگه کمرتو صفت ببند، موقعی که تو رو شبیه خودم آفریدم کجا بودی؟ خدا خداییست که تو هر سختی هستی امروز میخواد تو رو نجات بده. تو دست
رئیس ظالمت گیر کردی، حکمت میده اذیتت میکنه، دعا کن. تو دست برادری که حق رو ناحق میکنه گیر کردی، دعا کن. تو دست همسرت گیر کردی که گاهی وقتا از حد بی انصافی رد میکنه، دعا کن. تو دست رهبرای کشورت که ظلم میکنن گیر کردی، دعا کن. دل تنگه، دعا کن. توصیه میکنم این سکان کشتی که الان توی این طوفان زندگی گیر کرده به دست ناخدای آسمانی عیسی مسیح بدی. عزیزانی که هنوز قلبتون رو به عیسی مسیح ندادید، میخوام امروز تشویقتون کنم قلبتون رو به این خدای زنده بدید و در راستی این کلام زندگی کنید تا فیض خدا شاملتون بشه و زندگی شما تبدیل بشه. فقط کافیه این دعا رو بکنید: عیسی مسیح خداوند، زندگیم، انان زندگیم رو به دستای تو میسپارم. هیچ کاری جز این لازم نیست بکنی. دعا کن همین الان همراه من همین دو سه جمله رو بگو: او خدای محبته، خدایی که تمام جهان رو انقدر محبت نمود که پسر یگانه خودشو داد تا هر که، وقتی میگه هر که یعنی همین الان، تو در هر وضعیت هر موقعیتی که هستی همین الان فقط کافیه دعا کنی، بگی خداوندا انان زندگیم رو به دستای تو میدم، میخوام در راستی تو زندگی کنم، زیر فیض تو منو آزاد کن به نام عیسی مسیح. تو آزاد شدی، تمام شد، تمام شد، امروز تو نجات پیدا کردی. یادداشتش کن مثل اون روزی که من یادداشت کردم و هیچ وقت تا آخر عمرم از یاد نمیرم، سال 1357 خورشیدی، ساعت 1 بعد از ظهر، دوشنبه بود و من وقتی از سر کار اومدم خونه این کار رو کردم. به همین سادگی قلبمو دادم و 40 خورده سال از اون زمان داره میگذره. تو نیز امروز این کار رو بکن. و مقدس اینی که تو سختی هستی، ایماندارانی که تو سختی هستی، خدا ملجا و قوت ماست، مددکاری که در تنگی ها فوراً یافت میشه، مزمور 46 میگه. دلتو تنگ نکن، تو هر سختی هستی همین الان شروع کن دعا کردن. خدا قادره همین الان سختی تو رو برداره، چه مالیه، چه معنویه، چه رو هر چیزی که هست، چه سختی های زندگیته، شروع کن دعا کردن. انقدر عاجز نباش، انقدر ناله نکن، بیست، محکم بیست. شریر میخواد اون فاصله که بین تو و خداست خیمه بزنه اونجا. شیطان میخواد خیمه بزنه تو زندگیت. اجازه نده شیطان تو زندگیت خیمه بزنه، بلکه با نام عیسی مسیح او رو از زندگیت بیرون کن و به جاش آرامش رو ساکن کن. او خدای زنده است و او قادره که شادی رو دوباره به زندگی تو برگردونه. عزیزانی که ماتم زده هستید، عزیزانی که درد دارید، عزیزانی که عزیزی رو از دست دادید و روی فشار هستید، این توصیه رو به شما میکنم. غم هست، یأس هست، ناامیدی هست، اما در همون مزمور 46 نیز با شما صحبت میکنه: خدا خداییست که در تنگی ها فوراً یافت میشود. شبانانی که فشار روتون هست، شبانانی که احساس تنهایی میکنید، شبانانی که احساس دلتنگی میکنید، خدا ملجا و قوت شماست. و بالاخره به همه این توصیه رو میکنم: تنها راه رهایی شما دعاست، دعاست، دعاست. غیر این صورت هیچ کاری از دست هیچ کدومتون بر نمیاد. این خدا خداییست که باور داشته باشید، نذارید شریر بهتون دروغ بگه. خداییست که ما رو شبیه خدا آفرید، خداییست که ما رو با روح راستی دوست داره بپذیره، و خداییست که دوست داره وقتی به حضورش میریم صادقانه بریم. حداقل خواهش میکنم، التماس میکنم، زمانی که به حضور خدا میرید خودتون باشید، بعد ببینید چقدر ساده جواب میگیرید. بذارید با یه آیه من تموم بکنم. یک آیه از کتاب دوم قرنتیان براتون قرائت میکنم، باب 1:3-4. با این آیه تموم میکنم. به این امید اگر دنیا واقعا زده، قلب تو شکسته و درد داری، خدا بهت آرامش بده. اگر غم داری، خدا بهت آرامش بده. اگر در زندگی شکست خورده ای، خدا بهت آرامش بده. در نامه دوم پولس رسول به قرنتیان باب 1:3-4 کلام خدا میگه: متبارک باد خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح
که پدر رحمت ها و خدای همه دلگرمی هاست، که به ما در همه سختی های ما دلگرمی میبخشد، تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را از این سختی ها که دارن میگذرن دلگرم سازیم. متبارک باد. واقعا خداوندا به حضورت اومدیم تا تو رو بپرستیم با تمام سختی هایی که الان خود ما داریم و تمام درد هایی که خود ما داریم. میدونیم، باور داریم طبق کلام که وعده دادی ما شبیه تو آفریده شدیم. پس شایسته نیست که در درد و سختی و مشکلات باقی بمونیم. تنها راه حل ما هم دعاست خداوندا. خودت گفتی همیشه دعا کنید و کاهلی نورزید. آمدیم به حضور تا سختی هامون رو به حضورت بیاریم. سختی های مالیمون، سختی های زندگیمون، دلتنگی هامون. خداوند، برای خودم دعا میکنم که این روزها دلتنگ کشورم هستم. برای تمام هموطنام دعا میکنم که تو این روزها تو سختی هستن. برای تمام مردمی که حتی محتاج نانند و مجبورن سفره های خالی خودشون رو با دوربین نشون بدن که بدونن تو سختی هستن، دعا میکنم. تو خدایی هستی که در تنگی ها فرهنگ یافت میشوی خدا من. پس ایران و ایرانی رو نجات بده. و به نام خودت خداوند، هر عزیزی که الان به حضور تو آمده و داره دعا میکنه، تو صدای او رو میشنوی. تو خدایی نیستی که گوشات سنگین شده باشه. تو خدایی نیستی که چشماتو بروی مردم ایران بسته باشی. خداوند، دعا میکنم تمام آنانی که الان هم صدا با من دارن دعا میکنن، آرامش از آسمان بر اونها قرار بگیره. مخصوص در این روزها برای دلتنگ خودم که برای کشورم دلتنگم خداوند. بعد از سالهای سال، اولین بار وقتی که امروز چشمامو باز کردم صبح زود، برای کشورم دلتنگی کردم. ایران رو نجات بده. مردم غمزده اونجا رو آزاد کن خداوندا. با دل رهبران اونجا صحبت کن و اونان رو خداوندا از این خشم و از این تلخی که نسبت به حیات انسانها دارن برگردون خداوند. خداوند، تو تنها راه نجات دنیا هستی. آرامش خودت رو به ما بده. مخصوص برای کلیسای خودمون نیز دعا میکنم که برکت تو از آسمان بر ما قرار بگیرد. به اسم عیسی مسیح آمینی بده. برکت و فیض رحمت خداوند عیسی مسیح از حال تا ابدالآباد با شما باد. آمین. اگر بیماری و محزون و خسته، اگر بارت گران است خسته تو، اگر نالان شدی درمانده تو، مسیحای خداوند روی دار است، چاقوشش برایت باز باز است. اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا می دود هر روز به سویت. اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا می دود هر روز به سویت.
همچون ای باشی شکسته، اگر همچون فتیل نیم سوخته، اگر دنیا برایت تیره و تار، گناهانت زده آتش به انبار، مسیحای خداوند روی دار است، چاقوشش برایت باز باز است، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا می دود هر روز به سویش، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا می دود هر روز به سویش. عروسش می شوی در جشن بره، لباس تو سفید بدون لکه، گذارد بر سرت تاجی ز عزت، نشینی در کنارش با ابهت، مسیحای خداوند روی دار است، چاقوشش برایت باز باز است، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا می دود هر روز به سویش، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا می دود هر روز به سویش.